مامان کو؟ خوابید. دلم براش میسوزه. طفلکم گیر افتاده این وسط. چی میشه که عقل یکی از کار میفته؟ چشمش و گوشش نمیبینه و نمیشنوه. این همه حرف کنایه آمیز و بد به ما زد. آخرش سیمین از ما دلخور شد. تا همین وسط گرفتار شدی. دلسوز سیمینی میفهمم. نگرانشی متوجه. اما من ترسم از اتفاق بزرگتریه که تو راهه. میفروشیم این خونه. دنیا که به آخر نمیرسه. میدونم دوست نداری از این شهر بریم. دل کندن از شهری که توش به دنیا آمدی و بزرگ شدی خیلی سخته. دلتنگ دانیال رو پگاه میشی. دلت شور سهیلا رو میزنه. اما یه وقتایی برای حفظ یه چیزایی و دل بکنی از کسایی که دوستشون داری. خیلی خودخواهانه است که ازت میخوام از این شهر بریم. اما اگه بمونیم میدونم احمد. آرامش زندگی تازه سیمین به هم میرسه. البته اگه آرامشی باشه که حاضری از همه چیزت بگذری برای اینکه وضع از اینی که هست بدتر نشه برای من خیلی با ارزشه. انتخاب با تو نسرین. من کنار تو آرامش دارم. چه اینجا چه هر جای دیگه. فقط یه شرط دارم. هر چی که بگی. اگه قرار از این خونه و از این شهر دل بکنیم بریم رفسنجان. دم حقش نیست بعد این همه محبت گذشت تنها بمونه. میریم رفسنجان. کیه؟ کیه؟ آقا امروز خوبی؟ کجا بودی؟ فقط یه تلفن ها بیار برام. بله خودم. کدوم بیمارستان؟ یه امروز نشناختشون؟ نه نشناختم.
سن ولم که کردن نفهمیدم کجا بود. از بدبخت خودم رسوندم به جاده. هرچی پول داشتم ازم گرفتم، هیچی نداشتم. تو اون ظلمات نفهمیدم چقدر راه رفتم تا رسیدم به یه ساره بون. بیدارش که کردم داستانم گفتم، خدا خیرش بده، دلش سوخت منو رسون به شهر. میگم کاش دوتر به بلور خبر بدیم گناه داره، حتما دلش هزار را رفته. آره تو رو خدا، من اینجا نزدیکتر بود اومدم اینجا. با اون روزه حال اگه میرفتم خونه بلور حتما حول میکرد. باشو برسونم ایت خونه. الو بلور جان، میدونم میدونم، میخواستم بگم امروز اینجاست. نه نگران نباش، باز به مردونگی رفته گری که بابا رو آورد اینجا. دکتر میگه با سکته‌ای که کنده که دیگه تعمیه آوردیمش من اونم چه اتفاق برش میفته. تازه داشت جون میگیره، من به خدا زبون باز کرده بود، همین کارشو خودش میکرد. دوباره برگشت سر خونه یامم، همش تقصیر توه، تو باعث تو باد میشی. آقا مادر جون که بیمارستانه. آقا من دردمو به کی بگم؟ بیچارگی رو کجا ببرم؟ چه خبر آقا بیمارستانه اینجا؟ یه سر آرومتر باشه. بفهمید بیرون لطفا. پاشو پاشو مادر، قرمه نیست قبل خود. حالا همین تلویی شد و من هیچ جا نمیرم، همینجا میمونم. مادر جان به دیدن بود که دیدیش، الان مثلا وقت ملاقات نیست، هرچیم بخواد من براش میگیرم، شما خیال راحت باشه. بفرمایید. راست میگه ماما، الان نگار بدون شما بهونه میگیره، من خودم قول میدم دوباره بیارمت. مدیونی اگه چشم باز کرد به من زنگ بزنی. چشم، بفرمایید. تا شیرم حلالت بکنم. یه چیز بخور. پیر شدن دستات بابا، جون داشتن این دستا الان بلند میشدی یکی میخواب بودی تو گوشم، مثل اون موقع که دستت سنگین بود وقتی میزنی تا یک ساعت گوشم زنگ میزن. سهمیه داشتم هر شب نست پاتیل میومدی خونه بهونه زدن جور میشد، انقدر میزدی تا خسته میشدی، بعدم که نفس میافتادی منو پرت میکردی تو اون انبار که گند تاریک بوگن بود، هرم گفت میکردی. من فقط یه بار اون کاری رو باعث کردم که تو یه اون با من کردی، نتونستی تعمل کنی، سری رفتی بیرون تا همه چیز خراب کنی، مثل معمول منو خورد کنی، اما نشد.
این بار نتونستیم. یا الله صاحب خونه، یا الله سلام. سلام گوهر خانم. ببخشید در باز بود، من اومدم تو. منزل خودتونه، چه حرفیه؟ بعد مدت ها یاد همسایه های قدیم و محله قدیم کردید. همسایه ها چطوره؟ به هیچ که نگفتم که شما میایین. اگه میگفتم برای دیدنتون جمع میشدم. داخل خونه حالا شده انبار، خرت و پرت دیختم توش. اگه بخواد یه روزه جمعش میکنم. برای چی بخوام؟ آخه شما توی تلفن گفتید که در مورد خونه میخوای حرف بزنید. گفتم شاید گشایشی شده و نیت برگشت به اینجا رو دارید. این خونه رو که نمیخوام هیچ. خونه ترونم باید بفروشم. مامان گوهر میگه زوده، انا رو دو ماه دیگه میرسن. چقدر دلم تنگ شده برای این باغ. دلم میخواست که دل سیر وای میستادم تماشاش میکردم. خب باشه نگاه کنیم، منزل خودتونه. محبت داریم، خسته نباشی. اول بعد درخت های گلابی و قیسی رو میچیدیم، اونا سنگینن، شاخه ها تاب نمیارن، میشکنه. حتما، چشم. گوهر خانم. بله. خدا نکرده اتفاقی پیش اومده، چیزی شده؟ یه گرفتاری مختصر. زندگی بالا و پایین داره، ما الان پایینشیم. خب ببخشینا، برای گرفتاری کسی سقف بالای سرش رو نمیفروشه. چرا؟ گرفتاری وقتی قرارتو میگیره و روزتو شب میکنه، یواش یواش رسوخ میکنه توی دلت، بعد مثل خوره میفته به جون زندگیت. نه برادر برادر رو میشناسه، نه خواهر خواهر. اون وقته که باید از هر چیزی که داری دست بکشی تا یه چیزایی رو حفظ کنی. نسرین و احمد دارن از این شهر میرن. اومدم مثل همیشه کمکم کنی که از دست اون خونه زودتر خلاص بشم. بالاخره نفهمیدم خونه رو خودتون میخواید یا میخواید بسپارید. من زیاد وقت ندارم. من خودم اگه پول داشتم دو دستی تقدیم میکردم. اون باهای اطراف خونه آشنام، بهشون میسپارم. سلام گوهر خانم. سلام. خوب هستی؟ گفتی کسی خبر نداره که من اینجا. مشتبه تو مغازه بود وقتی شما زنگ زدید. میگه با اتون کار داره. خوبی شما؟ خیلی خوشحالم میبینم اتون. منم همینطور. میخواستم آدرس خونه احمد آقا اینا رو ازتون بگیرم بیام دیدنشون. حالشون چطوره؟ خوب هستن، ممنون. خدا رو شکر. یه زحمتی هم داشتم، میخواستم خواهش کنم یه تو که پا تشریف بیارین در مغازم. حتما میرسم خدمتتون. الان کار من اینجا تموم شد. ممنون. آقای اسماعیلی، یه پارچه تمیز بندازین زیر این درخت ها. این میوه هایی که میفته از درخت رو بریزید روش خوش بشه. حیف حروم میشن. در ضمن درخت ها رو هم زیاد آب ندید. به قاعده یه ساعت آب هر یه روز در میون. آب زیاد میوه رو نارس از درخت میندازه. اونم بره به چشم. خدا نگهدار. خوش اومدید، مشرف. خدا حافظ آقای اسماعیلی. خدا حافظ. آقا مشتبه گلناز خانم چطوره؟ خدا رو شکر، گلناز هم خوبه. خدا رو شکر. بفرمایید. بفرمایید. خیلی متشکرم. من یه چایی می‌ریزم، شما از آقا سعید بگین چی می‌نویسه تو نامه‌هاش. سعید حالش خوبه، فقط من خیلی عجله دارم، اگه ممکنه کارتون رو زودتر بگید. خواهش می‌کنم. خدا رحمت کنه حاجی رو. همیشه سر نماز دعاش می‌کنم. خدا رحمت کنه. پدری در حق من تمام کرد. با اون وامی که برام جور کرد، نصف اینجا رو از دوستام خریدم و حالا هم شدم شریکش. به مبارک، خدا رو شکر. از آقا اسماعیلی پرسجو کردم، گفتن که خونه احمد آقا کمد کم داره.
ازتون خواستم که تشریف بیارین، هم طرح کمد رو ببینین، هم اندازه‌های دقیقش رو ازتون بگیرم. خب مبارکت باشه. پس چرا گریه میکنی؟ اشک شوقه. تو تموم این سالا دعا میکردم عاقبت به خیر بشه، قوس زندگیت منم بی تقصیر نبودم مادر، خودمو نمی بخشم اما حالا خوشحالم بالاخره سر سفره عقد کسی نشستی که یه عمر دل باختت بود. شاید حکمت خدا این بوده، قسمت این بوده که انقدر دیر به هم برسید، کسی چه میدونه. شاید برای این باشه که بیشتر قدر همو بدونی، همیشه عاشق هم بمونی. همه نظر بله شما ایشون نباید بگه بله، عروس خانم باید بگه بله. برو بگو علمی چش کجا مستم نشون ببین، قبل از اینکه بریم اون تو بخواد بله رو بگی، باید بله به من بگی. چند وقت تو الان منظر یه همشین روزی هستی؟ چند سال به پای نرگس نشستی؟ خیلی الان اون دانش رو آسوباز کجاست؟ اون کسی که از پس خرج درس و دانشگاهش بر نمی اومد، از اون بدتر شب گوش نمی خوابید کن. میخوام بدونی که این خواب نیست، واقعیت. من واقعا هم دستتون میدونم دست نرگس. خب قول داده بودی یه روزی دستمو بذاری تو دست نرگس. بله قول داده بودم، الان دارم خودم عمل میکنم. تو اصلا باورت نمیشد یه روز شرکت شکیل با مال من باشه. من فکر میکردم اونجا پادایی. دقیقا هیچ وقت باورت نمیشون من بشم داماد حاجت ها سیمین خانم بشه زن من. خب خب هیچی میخواستم بگم سیمین خانم نمیاد. خیلی دلش میخواست بیاد، همه کار داشت عذرخواهی کرد. واقعا؟ یعنی تو هنوز به من شک داری؟ یعنی بعد از این همه کاری که من برای تو کردم تو هنوز به من شک داری؟ من مخلصتم حبیب جان، ولی آره هنوز به شک دارم. برای همین دیگه ما الان اینجاییم. من میخوام تو دیگه به من شک نداشته باشی. میخوام چشماتو باز کنی ببینی که من دارم چجوری به همه آرزوام میرسم. باشه هرچی تو بگی. از فردا میشه اون آدمی که من میگم. گفتم بزن میزنه، گفتم بمیر میمیری. حواستو جمع کن، من از اومدم آدمم رو انتخاب میکنم. اگر هستی من مخلصتم هستم، اما اگر نیستی از این در همین الان باید بری بیرون. نه منو میشناسی نه مرکز رو دیگه.
برای بار سوم عرض میکنم، سرکار عروس خانم نرگس جعفرزاده، آیا به بنده وکالت میدهید شما رو با مهریه یک جلد کلام الله مجید، یک جام آینه، یک زوج شمعدان، 100 سکه طلای یک بهار آزادی به عقد دائم و همیشگی آقای منصور ربیعی در بیاورم؟ آیا بنده وکیلم؟ با اجازه بزرگترها برمید. دوزه نامرد که بوده که تو رو انتخاب کرده واسه بلند کردن. خدا از هرچی آدم نااهل نکسر. این شیرینی خواستگاری هم که ما نخوردیم، باز خوب خدا رو شکر خودت سالمی. ببین اینا رو ببر تو، این آتشخالات هم از دور این حوض جمع کن ببر بیرون. سر صفحه که بزرگ شده به گلدون میگن آتشخال؟ مردم حسابی حرف دهنتو بفهم. تا موقع اینجایی من بهت میگم چی درسته چی غلط. اینجا باید تمیز شه، این تخت مزخرفم من اینجا برداری ببری بیرون. خورده فرمایشتون نگه دار واسه یه نفر دیگه، ما داریم از اینجا میریم. عجب، پس به عروسی ما نمیرسیم؟ همین امروز و فردا داریم میریم. خیلی هم خوب، انشالله به سلامتیم. اما تا هستی باید وظایفت انجام بدیم. این چراغایی که در میون سوختن باید عوض بشن، اون دارم باید رنگ شن. بفرمایید. طرف تو دیرانه میدادن سراغ کت خدا رو میگرفت. کت خدا منم که جلوت وایستادم. جناب آقای کت خدا توهم برات داشته، خیلی تون میتازی. نهبم، سویلا جان، خواهر زن عزیزم، صبحتون بخیر. از این بعد فقط سهیلا خانم، نه چیز دیگه. هرچند اصلا علاقه ای ندارم بعدی بین من و شما وجود داشته باشه. آقا امروز هنوز که اینجایی؟ نار ببر. استغفر الله. چرا آقا بلخلاق؟ خواب بد دیدین امروز؟ خواب دیدم ولی بد نبود. خواب دیدم هیچ کدوم از خوابای رنگی شما تعبیر نمیشه. درسته سیمین به اینا گفته از اینجا برم، ولی شما اجازه نداری به آقا امروزم رو نهی کنی. امروز داره وظیفه‌ش انجام میده. اگر من بشم رو نهی نکنم انگار اینجا خونه خالشه. آقا امروز خانواده‌اش عضوی از خانواده ما هن. چه اینجا باشن چه از اینجا برن، تا الانم کسی تو این خونه بهشون بی‌احترامی نکرده. من بهشون بی‌احترامی نکردم، اینجا قرار مهمون بیاد بره، باید نظم بگیره. آبرو خانواده خودت. شما لازم نکره نگران آبروی خانواده ما باشین. سهیلا خانم، من ناسلامتی قرار مرد این خونه بشم. نه خیر، شما فقط و فقط قرار شوهر سیمین بشین، نه مرد این خونه، نه کسی که برای بقیه تعیین تکلیف میکنه. لحن شما به نوعی که دارید سر من داد میکشید جز گستاخی هیچ چیز نسبت به من نداره. و من چون میدونم از خونه نشتر میگیره. لحن من فقط و فقط به خاطر شناختی که از شخصیت شما دارم و اطلاعی که از کاراتون دارم این شکلی و از اینجا نشد میگیره. عرض کردم نشنیده میگیرم. شما حرف آقا امروز هم نشنیده گرفتی، ولی من باز دوباره تکرار میکنم، خوب گوش کن. شما از دیوار اومدی تو این خونه، یه دیوار خیلی کوتاه، نه از در. پس حد خودتو بدون. سویلا چته چرا داد و بیداد میکنی؟
این چه طرز برخورده با آقای کیانی؟ از راه نرسیده فکر میکنه بزرگ این خونه است. به من میگه من مرد این خونه ام، واسه همه چی میخواد تا این تکلیف کنه. مگه قرار نیست مرد این خونه بشه؟ نسیم این فقط قراره بشه شوهر تو، نه مرد این خونه. تو رو نمیدونم، ولی برو بهش حالی کن. برای من و بچه‌ها بلور امروز نمیتونه تا این تکلیف بکنه ها. اول باید احترام به بزرگتر و حالی تو کنه. من برات متاسفم، از هول حلیم با کله رفتی ته دیگ. بس کن دیگه سهیلا. عمه راست میگفت، اون نامزد دکترت با اون خانواده اسم و رسمدارش بابا دو ماه اینا رو برد و آورد تا رضایت بده. گفت باید زیرو بمشونو درارم، باید راجبشون تحقیق کنم بفهمم کیم میخوام دخترمو بدم دستشون. تو میدونی اصلا این کیه؟ خانواده‌اش کیه؟ از کجا اومده؟ گذشتش چیه؟ من دیگه میرم خونه، یه دو جا دیگه مونده ببینیم. این بعد دو تا حالا با آقودم دست کنم، حالا باشه یه روز دیگه. آخه دیگه باید تصمیمون رو بگیریم. من دارم کارت ها رو سفارش میدم و آدرس تالا رو بزنیم روش. خوب بود، بد نبود اصلا، خیلی هم خوب بود. من که میدونم تو این نپسندیدی، اما بهت قول میدم بعدی بهتره. یه روز که سر حال بودی، حالت خوب بود، میام نمرت بدم. که بخواد زندگی کنه زندگیشو میسازه، با دلی که پر از کینه و حسد و بخله میشه زندگی کرد، نمیشه آرامش داشت. حالا فکر کن همه مال دنیا مال تو باشه. قبل هر چیزی شما باید سهمتون از ارث پدری رو بگیرید. یه روز میترسیدم باباتو از دست بدم، حالا نوبت توه. میخوام کمکم کن. رفتارش به آدمیزاد نمیبره، داره میاد جای حاجی رو بگیره. میخوام من خواستم بگم که من لیست مهمان ها رو در آوردم، نمیخوام از طرف ما 45 نفری باشه. اصلا میفهمی نسرین حامل است؟